سلام میکنم من هم خدمت شما کلیسای زنده خداوند این اسمی هست که از دفعه قبل در ماه آگوست اینجا بودم میتونم بگم که هر روز با من بود و خداوند واقعا کمتر روزی بود که شما عزیزان کلیسای شما و رهبران شما رو کمتر روزی بود که من به یاد نیارم و خداوند همیشه شما رو به من نشون میداد که یک کلیسای زنده هستید سلام من به شما عزیزان کلیسای زنده کلیسای که عیسی مسیح لبخند میزن از آسمان بر این کلیسا خدا رو شکر برای وجود تک تکتون و واقعا وصف ناپذیر اون خوشحالی که من داشتم از زمانی که بردم آلبرت گفت که من این اجازه رو دارم و این افتخار رو دارم که یک بار دیگه در خدمت شما باشم واقعا برای من باعث افتخار هست یک چیزی که خیلی جالب هست و پیش از اینکه وارد بحث بشیم روی این تابلو دیدم این بود که امروز روز معجزه هست و آمین ایمان داریم که این هست چه کسانی هستند که با این امید امروز به کلیسای خداوند اومدن که معجزه رو تجربه بکنن و واقعا روح القدس امروز میخواد که این کار رو انجام بده و امروز روزی هست که خداوند خیلی با قلب من توی مدت صحبت کرد که امروز روزی هست که خداوند میخواد تک تک ما رو آزاد بکنه از خیلی از چیزها یک از گذشتمون تلخی هایی که هی به یاد میاریم از خشم از تلخی تلخی هایی که در قلبمون هست و خیلی چیزها هست که امروز خداوند به واسطه روح القدس نه به واسطه اینکه من موعظه میکنم یا چیزی از دهان من خارج میشه نه بلکه به واسطه حضور او که امروز اینجا هست و میخواد که ما رو واقعا جدا بکنه از این تلخی ها من میخوام موعظه رو با یک دعایی شروع بکنم که پولس با اون یکی از کتاب ها و نامه هاش رو تمام کرده در دوم قرنتیان 13 13 پولس میگه که فیض عیسی محبت پدر و مشارکت روح القدس با شما باد و بسیار بسیار آیه هست که سالها ذهن من رو به خودش مشغول کرده اما نه در کنسپت و متن خود آیه بلکه در اینکه اگر چطور میشه یک زندگی اگر فیض عیسی و محبت پدر بدون مشارکت روح القدس با ما باشه این چه زندگی میشه و متاسفانه باید بگم که من در خیلی از فرزندان خداوند و من جمله در خودم این رو دیدم که در واقع مسیحیت رو تجربه میکنن به عنوان یک مسیحی زندگی میکنن در فیض ایسای مسیح در محبت پدر اما بدون مشارکت با روح القدس. و به خاطر اینکه بحث رو جلو ببریم میخوام ابتداعا در واقع یک توضیح بدم که این چطور هست و چرا اساسا موضوع ما چی هست ما میخوایم این رو در نهایت هدف این هست که ببینیم که انجیل و اون افانگلیوم و اون خبر خوش در واقع بدون مشارکت با روح القدس یک چیز کاملا شریعت مکانیکی و خشک خواهد بود و در واقع ما هیچ دیدگاه خاصی از مسیحیت نمیتونیم داشته باشیم یا هیچ در واقع نمیتونیم تعمش رو بچشیم اگر که اون مشارکت رو نداشته باشیم و در واقع میخواییم که هدفمون این هست که ببینیم که یک مشارکت با روح القدس به چه شکل هست میدونید زمانی که من به ایسای مسیح ایمان آوردم و سریه گذشته براتون گفتم کمی از زندگی خودم که من یک گذشته بسیار تلخ و تباخ و سیاهی رو داشتم و اومدم و ایمان آوردم به عیسی مسیح و بعد در کلیسا هم رفتم و اتفاقی که من بهش فکر می کردم این بود که خب من الان مسیحی شدم کتاب مقدس پر از از وعده های نیکوخ وعده های قشنگ مثلا یه جای اسلام میگه آرامشی به شما میدم که دنیا به شما نمیده نمیدونم همش صحبت های قشنگ و چیزهای خوب اما اون چیزی که توی عمل توی زندگی من اتفاق می این نبود یعنی من در واقع قلبم رو به عیسی مسیح داده بودم تعمید گرفته بودم اما آرامشی توی زندگی من نبود مدام اون تلخی های گذشته با من بود یعنی انقدر اون گذشته من سیاه بود که جدایی همچنان بین من و گذشتم اتفاق نفته و دائم اینا میومد بالا و همه شما این صدا رو میشناسید نه ذهن ما شروع میکنه با ما صحبت کردن تو نمیتونی مگه میشه همچین چیزی و اینقدر این صدا جون گرفته بود در من که میگفت مسیحیت هم مثل اون باور گذشتهت اون چیزی که همه ما بهش اعتقاد داشتیم که در ایران بودیم یک دروغه یا اینکه نهایتا تو یک وعده هایی رو میشنوی یک چیزایی میشنوی که ممکنه مال دیگران باشه یا مال کسایی که ردیف اول میشینن یا حالا بعضیا تجربه بکنن اما در نهایت یک دروغه و همچین چیزی وجود نداره و مدام این افکار به حدی بود که حساب کنید من اینجا کلیسا میرفتم که تا مقدس میخوندم و ناگفتم هیچ شناختی هم از روح القدس نداشتم و این افکار داشت من واقعا نابود میکرد و به یک جایی رسیدم که گفتم که نه ظاهرا گویا داستان همینه یعنی واقعا اینا هم همش یک سری دروغ هست یعنی من انتظار یک بیگ بنگ رو داشتم وقتی که به مسیح ایمامیاری علم میشه بل میشه من واقعا معیوز شدم یعنی هیچ اتفاق خوبی تو زندگیم نیفتاد من هنوز حسادت دارم من هنوز پر از کینه من هنوز پر از خشمم هیچ اتفاقی هم نیفتاده هیچ کدوم از اینا که اینجا نوشته برای من اتفاق نفته یک روز شروع کردم با ایسا صحبت کردن و گفتم ایسا تو از آرامش داری حرف زنی بابا من چشام و میبندم این گذشتم میاد جلو تو اعتیاد داشتی تو این طور بودی تو اون طور بودی مگه میشه از تو آدم خوبی در بیاد مگه میشه تو زندگی خوبی داشته اینا منو نابود کرد بعد کم کم همینطور جلو میرفتم و در واقع هرچی بیشتر جلو میرفتم معیوستر میشدم یعنی این احساس یس اینقدر اضافه شد که یک روزی واقعا تصمیم گرفته بودم که دیگه بیخیال مسیحیت بشم به همین که کتاب مقدس جسته گریخته میخوندم کتاب مرقس آیه 16 باب 16 آیه 16 رو خوندم که نوشته بود کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت وقتی که اینو خوندم پیش خودم گفتم که خب اوکی بشینیم یک محاسبات انجام بدیم گفتم که عیسی مسیح من که ایمان آوردم تعمید هم که گرفتم صحبت از نجاته الان باید یک چیزی رو برای من روشن بکنی نجات اگر قرار باشه چیزی باشه که بعد از مردن من تجربهش بکنم اینم اینو مذهب قبلی منم به من وعده میداد این چیزیه که تمام مذاهب و ایدئولوژی های دنیا هم وعدهش رو میدن من الان میخوام نجات پیدا بکنم و نجات برای من امروز به این معنی هست که نجات پیدا کنم از گذشتم از این تلخی ها جدا بشم از اینها برای این میتونی کاری بکنی اگر نه این وعده ها رو من قبلا هم شنیدم و در همین مطالعاتی که در واقع به شکل پراکنده بود، یک روز کتاب افسوسیان رو خوندم که در واقع یکی از در واقع میتونم بگم بهترین کتابی هست توی کتاب مقدس برای من یعنی دوستش دارم. این آیه رو خوندم توی افسوسیان باب یک آیه چهارده میگه روح خدا زامن آن است که ما آن چرا او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید پس جلال و شکوه خدا را به ستاییم میده یک چیزایی توی ذهن من شروع کرد به زنگ زدن انگار که یک چیز جدیدی وجود داره روح القدسی وجود داره و شروع کردم به تحقیق کردن در مورد روح القدس اینکه روح القدس چی هست چطور هست و چی میگه تا اینکه همین جوری که توی کتاب بودم و میخونم و اینقدر این اوایلم بود که اومده بودیم آلمان توی هاسته بودیم بیکار بودیم یعنی همش هی فکر میکردم با خودم مگه میشه از منم چیزی در بیاد تا رسیدم و یک روز کتاب رومیان رو خوندم کتاب رومیان باب 6 آیه 3 میگه آیا نمیدانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر ببریم واو وقتی که اینو خوندم باور کنید که همینجوری زدم توی سرم و گفتم نه 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 پولس من اینو نمیدونستم من اینو نمیدونستم و اولین چیزی که توی ذهن من اوورد روح القدس علا رقم این که نمیشناختمش من اون موقع اما او ما رو میشناسه او اشتیاق داره که به کمک ما بیاد و به هدایت ما بیاد اولین چیزی که اینجا اومد برای من اون مرقس آیه شونز باب 16 آیه 16 بود هر کس که ایمان بیاورد اما سوال اینجا بود که آیا فقط ایمان به این که عیسی مسیح برای گناهان من و تو به زمین اومد به صلیب کشیده شد مرد و پس از سه روز از مردگان برخاست و الان با آسمان رفته و دست راست پدر هست برای نجات من و تو کافیه آیا فقط این ایمان برای نجات من و تو کافیه طبیعتا از نظر الهیاتی این برای نجات من و تو بعد از مرگمون در آسمان کافیه اما یک جا یک چیز دیگر هم لازم داره اینکه تو ایمان داشته باشی که در تعمیدت با عیسی مسیح مردی برای اینکه روی زمین هم بتونی اون کیفیت و استایل زندگی آسمانی رو تجربه کنی نه بعد از مرگت و این نقطه نقطه ای بود که مثل یک داستانی از یک فکر کنم گالیله بود سیبه میفته میگه یافتم یافتم این برای من مثل اون یافتم یافتمی بود که رفتم توی اتاق توی یه هاستل بودیم یه اتاق کوچیک و این رو میخوام باز و با صداقت با شما از عزیزان فارستوان ایرانی و افغانی بگم یک جاهایی ما خجالت میکشیم از اینکه با روح القدس حرف بزنیم یا به شریر فرمان بدیم مثلا فکر میکنیم اگه دوستمون ببینه اگه یکی ببینه میگه این دیوونه شده این قاطی کرده و این خجالت خیلی جاها نمیذاره که ما وارد این کنتاکت بشیم اما من گفتم نه من یه چیزی رو یافتم رفتم توی اتاق و گفتم اوکی ذهن من شیطان بیا اینجا من یک چیزی رو میخوام بگم من یک چیزی رو امروز فهمیدم اینجا توی این کتابی که من به شیمان آوردم نوشته که کاوه در روزی که در کلیسه هافتن تعمید گرفت مرده و تو دائم داری به من میگی تو از توی چی نمیشه تو گذشته این بودی این داره به من میگه که کاوه ای وجود نداره تو داری با کی حرف میزنی تو داری کی رو محکوم میکنی و میدونید خیلی حال جالب و عجیبی بود برای من و همینطوری که ادامه هم میدادم توی کتاب غلاطیان باب س. آیه 27 وقتی که این رو میخونیم خوندم که نوشته شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفته اید مسیح را در بر کرده اید حالا توی مثلا ترجمه های آلمانی میگه مسیح را قشنگ پوشیدید و میدونید چه چیزی باز شد توی ذهن من کتاب مقدس داره میگه مسیح رو پوشیدید یعنی یک تیشرتی رو پوشید یعنی چیزی که دیده میشه مسیح هست و اما کی این رو میبینه اون کسی که چشمانش بازه اون کسی که دنیای نادیدنی رو میبینه و من چرا نمیدیدم این رو چون چشمان من بسته بود و بلا فاصله توی اتاقم صحبت کردم و به شیطان گفتم که او 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 تو این رو میدونستی تو میدونستی که من مسیح رو پوشیدم تو میدیدی رو توی تن من اما تمام فرض رو بر این گذاشته بودی که من این رو نمیدونم و از این ندونستن من استفاده کردی اما از این لحظه به بعد من این رو میدونم از این لحظه به بعد من این رو میدونم و میدونید چیزی که برای خود من جالب بود این بود که توی اون اتاق وقتی به حال خودم نگاه کردم یهو گفتم کاوه اگر کسی از پدر مادرتون میپرسید که کاوه رو تشریح کنید اونها کاوه مجموعه ای بود از صفات منفی از خصایص منفی هیچ چیز مثبتی درش نبود ولی اگر هر چیزی رو هم میخواستن بگن تو رو نمیتونستن به عنوان یک آدم مقتدر و با اقتدار تشریح بکنن اما اینجا تو ایستادی و جلوی یک دشمنی که داره تو رو نابود میکنه مقتدرانه وایستادی و داری یه چیزی رو میگی این از کجا داره میاد و اون وقت بود که متوجه شدم این اون اقتداری هست که روح القدس به ما میده این اون اقتداری هست که خداوند به ما میده و باور کنید در همون زمان شروع کردم به مطالعه در مورد هویت ما در مورد هویت جدیدم چون احساس کردم میدونید کتاب مقدس پر خداوند تغییر نمیکنه خداوند زمانی که گیدیون فرشته خدا رو ملاقات میکنه چی میگه بهش گیدیون جدعون همه شما داستانش رو خوندید توی داوران شیش از ترس اون قوم دشمن توی انبار توی زیر زمین داشت کارم که از ترس توی زیر زمین بود فرشته خدا ملاقاتش میکنه میگه تو ای قهرمان قدرتمند هویت بهش میده اقتدار بهش میده خدا تغییر نمیکنه و همونطور خدا من رو هم ملاقات کرد و من اقتدار رو داد و من با همون زبان نیمه شکسته آلمانی شروع کردم در مورد هویت یک کتابی رو خوندن از پاستور ارشد کلیسای خودمون دکتر ولفارد مارکیز و یک جمله توی اون دیدم که بسیار من رو تکون داد و اون این بود که اگر تو از اقتداری که روح القدس به تو میده در مسیحیت داری استفاده نکنی این یک دعوتنامه غیر مستقیم هست برای شیطان که جلال و ملکوت خودش رو به تو نشون بده پس ما میبایست که این اقتدار رو بشناسیم و این اقتدار رو میشناسیم در زمانی که در یک شاف و مشارکت با روح القدس باشیم درسته؟ و این چیزی که در رومیان باب شیش از پولس خوندیم که پولس میگه که در یک زندگی جدید این در واقع من رفتم و تحقیق کردم در متن جدید خودش در متن یونانی خودش منظور از زندگی یک زندگی عادی نیست منظور در واقع تبدیل در روح در یک زندگی با یک کیفیت دیگه هست و من متوجه شدم که اوکی پس من میبایستی که تغییر بکنم یعنی به این نقطه رسیدم که من با اون چیزهایی که با خودم از ایران آوردم از خانواده یاد گرفتم همه اینها اینا هیچ نتونست به من کمک بکنه من احتیاج به نو دارم من احتیاج به تغییر دارم من میبایست یه چیزی یاد بگیرم و عیسی مسیح هم در موزه کوه میگه در انجیل من خوش به حال فقیران در روحیا وقتی که ما احساس بکنیم از درون که واقعا ما, ما, نیاز داریم در درون ما هیچ چیزی نیست همونطور که برادر آلبرت هم توی موزه خون درون ما هیچ چیز خوبی نیست از خود ما بیرون بیاد میدونید ما, ما مثل یک خونه ای هستیم که خریده شده و نباید فکر بکنیم که اوکی یک دفعه همه چیز درست میشه ما مثل یک خونه ای هستیم که خریده شده حالا باید دستی به سر روش کشیده بشه حالا میبایست ترمیم بشه و روح ما حکایتش اینه میبایستی که در این مشارکت با روح القدس در واقع این تبدیل و تغییر رو تجربه بکنی. یک پروسه هست در یک آن اتفاق نمیفته و به خاطر همین میبایست که این رو بدونیم الان در واقع خدای پدر اومده یک پارتنری رو یک همدمی رو برای ما قرار داده که روح هست من به شخص پدر مادرم بهم یاد ندادن که با یه روح چطور مشارکت داشته باشم یا معلمام تو مدرسه همچین چیزی رو بهم یاد ندادن نمیدونم اگر شما کسی باشه که خانوادهش بهش یاد داده باشم پس ما احتیاج داریم که از یک جایی یاد بگیریم که این پارتنرشاف این رابطه با روح القدس پارتنرمون چطوری هست و من فکر کردم که بهترین کسی که ما میتونه ما رو به این موضوع هدایت بکنه خود عیسی هست چه کسی بهتر از عیسی مسیح میتونه در واقع این موضوع رو برای ما باز بکنه بخاطر همین گفتم که نگاه بکنیم به زندگی عیسی مسیح عیسی مسیح پیش از رفتنش میگه که برای شما بهتر هست که من برم تا پشتیبان بیاد بهتر هست شما میباید که خوشحال باشید یعنی این به ما نشون میده که در واقع تکلیف و وظیفه در واقع به رول قدس داده شده که عیسی مسیح نمیتونسته و یا نمیبایست که اون رو انجام میداده و این مختص رول قدس هست و ما در واقع بهتر هست که به سراغ او بریم اما تو اون آیه معروفش که میگه پشتیبانی دیگر رو برای شما میفرستم خیلی جالب هست من رفتم و توی ترجمه اصلیش توی ترجمه در واقع یونانیش نگاه کردم دیگر دو تا کلمه دیگر داریم توی ترجمه یونانی یکی در واقع هست آلیوس که یعنی دیگر از همون منبع و از همون کیفیت و یکی هست هتروس یعنی از یک نوع دیگری و اون چیزی که عیسی مسیح اوورده در واقع اون آلیوس هست یعنی از منبع یکسان یعنی پشتیبانی که از منبع یکسان میاد و میدونیم که نام خود عیسی هم در در واقع هبریش یشوعا در واقع این بود که خداوند کمک هست و در واقع عیسی این وعده رو میده اما میخوایم به در واقع زندگی خود عیسی نگاه بکنیم ببینیم که چطور توی این رابطه با روح القدس بوده وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که تمام زندگی عیسی مسیح تحت تاثیر اتمسفر روح القدس بوده خودش شخصا میگه من اگر نبینم که پدر در آسمان چه کار میکنه یا نشنوم از پدر نمیتونم روی زمین کار بکنم و تمام این اطلاعات رو عیسی مسیح در واقع توی اون پارتنشاف و مشارکتش با روح القدس به دست می و از روح القدس میگرفته و این فوق العاده است وقتی که روح القدس در واقع با ما مشارکت داشته باشه و واقعا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که برای عیسی مسیح هیچ چیزی مهمتر از در واقع این رابطه ای او با روح القدس نبود وقتی که در کلام میخونیم که اون نطفه در شکم ماریا مریم مادر عیسی مسیح به واسطه روح القدس در واقع قرار داده شد تمام نبوت هایی که برای اومدن عیسی مسیح شده بود همه چیزهایی بود که توسط روح القدس بر انبیا مکشوف شده بود و میبینیم که تمام این اتمسفر تحت تاثیر روح القدس بوده و از ابتدا روح القدس در واقع در مشارکت بوده توی زندگی عیسی مسیح و کار میکرده در زندگی عیسی مسیح وقتی که عیسی دوازده ساله بود باز هم میخونیم توی انجیل که میگه که خیلی خیلی در واقع باهوشتر از فریزیان بود و خیلی باهوشتر از اونها کتاب رو میدونست و خیلی میتونست بهتر در واقع اون کتاب مقدسی که در اون زمان بود رو تفسیر بکنه اما لغا میگه که در سی سالگی وقتی که عیسی خودش رو میره که تعمید رو بگیره روح القدس به شکل اون کبوتری هم که اینجا دیدیم میاد بر روی عیسی و بر روی او میمونه و اگر دقت بکنیم از اون زمان به بعد هست که روح القدس یک دیمنزیون و بعد جدیدی رو روی عیسی باز میکنه که او شروع میکنه با قدرت روح القدس به انجام معجزات و انجام کارها و خدمتی که انجام میده یعنی حضور روح القدس وقتی که میاد ما قدرت پیدا میکنیم یا تو اعمال رسولان میگه روح القدس بر شما میاد و شما قدرت پیدا خواهید کرد من میخوام یک مثال برای شما بزنم از همون ابتدا که چطور قدرت روح القدس کمک میکنه به ما برای جدا شدن از بعضی از مسائل وقتی که او بر روی ما میاد من توی همین مطالعاتی که همون اوایل شروع کرده بودم برای اینکه که بشناسم هویت جدیدم رو یک مشکلی داشتم یعنی انجیل متا رو خوندم یه جاش نوشته بود که اگر اینجا نوشتش به شما گفته شده اگر زنا بکنید گناه کارید. اما من به شما میگم اگر با چشم بعد به زنی نگاه بکنید زنا رو در دل خودتون انجام دادید و حساب کنید که من اصلا نمیخوام تفسیر الهیاتی بکنم که این چی هست و الان چی هست و منظورش به کی بوده اما اون چیزی که برداشت خودم بود و اتفاقی که برای من افتاد یک نویمان حالا اومدم آزاد شدم از اون مسائل گذشته حالا اینو میخونم او او و بعد بعد از اینکه سی سال هم در ایران زندگی کردم الان اومدم آلمان سوار اوبان میشم من میخوام کاملا صادق با شما باشم و یک خانومی میاد با یک دامن کوتاه تا اینجا یا آستین حلقه ای و بعد من دارم بیبرشوله میخونم کلام رو میخونم تازه آزاد شدم بعد اینجا نوشته اگر به یک زن نگاه بکنی گناه کردی زنا کردی و من گفتم او ما هی سوار اوبام میشیم اسپام میشیم لب دریا میریم و مدام در حال گناه هستیم و, و اینقدر این اذیت میکرد و یک روز با عیسی شروع کردم و صحبت کردم و گفتم عیسی ببخشید یک چیزی میخوام بهت بگم همه این چیزهایی که تو توی این کتابت نوشتی و گفتی و میگی خوب هست ولی من سی سال هم توی محیط بسته بودم و این چیزها رو ندیدم چشم من میخواد که این رو ببینه نه پولس میگه اون کاری رو که دلم نمیخواد بکنم انجام میدم و اون کاری که دلم میخواد انجام بدم اون نمیتونم من دلم میخواد که تو رو دنبال کنم اما من یک انسانم من, چشمم چشم میخواد که این چیز رو ببینم و این داره من نابود میکنم من میبایست چه کار بکنم و دوباره این مشارکت رول القدس هیچ وقت یادم نمیره تو این فشار این موضوع بودم که اوایلی هم بود که واقعا رول قدس رو تجربه میکردم و می اومد و توی یک اتاقی بودم توی یک هتل که حضور رول قدس چنان پر اومد توی اون اتاق و, و یک جمله رو به من گفت گفت که هدف از اون پارتنرشاف و مشارکت من و تو این نیست که فقط من و تو کنار هم دیگه باشیم و با هم باشیم بلکه هدف این هست که من و تو با هم به حضور عیسی مسیح بریم عیسی رو ببینیم و من نمیتونم تشریح بکنم که چطور تمام بدن من میلرزید از اون ملاقاتی که چشمهای من رو رول قدس باز میکرد که ایسا رو ببینم و هیچ چیزی عزیزانم توی دنیا برای من زیباتر از دیدن ایسای مسیح به واسطه ای رول قدس نبود یعنی وقتی که اون چیز رو دیدم گفتم نه این چشمان من میباید که همیشه تو رو ببینه ایسا نه من دیگه هیچ وقت اون رو نمیخوام ببینم ممنونم از این که اینجور هستی برای این که کنار من هستی و به من کمک میکنی قدرت میدی به من برای این که از اون چیزی که دلم و جانم میخواد به راحتی چون میتونم که تو رو ببینم و باور بکنید که این مشکل رو به چنان سادگی برای من رفت کرد و کنار گذاشت که من گفتم نه این چشم چشمی هست که میبایست ایسا رو ببینه و اوکی دیگه من نمیخوام که ذهنم متوجه این موضوعات بشه و همینطور میرفتم جلوتر میرفتم جلوتر و میدم که چطور ایسای مسیح توی زندگیش در واقع با رول قدس کار میکرد ایسا توی اون در واقع بعد از تعمیدش میبینیم که اون مشارکتش اینقدر با رول قدس قوی شد و در واقع بیشتر شد که شروع کرد به انجام معجزات به خاطر اینکه رولقدس اون در واقع قدرت اصلی رو در او آزاد کرده بود و عیسی داشت به واسطه این قدرت در واقع خدمتش رو انجام میداد و میخونیم که رول او رو میبره به بیابان و در بیابان مورد وسوسه شیطان قرار میگیره و میبینیم که سه بار وقتی که شیطان شروع میکنه که عیسی رو وسوسه بکنه چطور این نزدیکی و مشارکتی که عیسی با روح القدس داره به او کمک میکنه برای اینکه سریعا از کتاب مقدس سه جا جواب رو بیاره برای اینکه جلوی شیطان بتونه بیسته و در هر سه جا میبینیم که از کلام خدا یعنی اون چیزی که بود عیسی دائما و در شرایط استراش هم توی اون مشارکت با روح القدس میموند و براش هیچ چیزی مهمتر و بزرگتر و بهتر از این مشارکت با روح القدس نبود پس اگر برای عیسی هیچ چیزی مهمتر از این پارتنشاف با روح القدس روی زمین نبود آیا میتونه چیز دیگه برای من تو مهمتر باشه اه اه روی زمین و یک جمله رو من از دکتر وولفارد مارگیس یاد گرفتم که اون گفت در واقع پارتنر ما بر روی زمین روح القدس هست خدای پدر در آسمان هست عیسی مسیح در راست راست او و روح القدس خداوند هست بر روی زمین و او مسئول مربوطه من و تو هست و در واقع اون پرنسیپ و کنسپت الهی این هست که ما به حضور روح القدس بریم یعنی این رو میخوام بگم طبیعتا ایرادی نداره که ما مستقیم به حضور پدر بریم یا به حضور عیسی بریم اما اون کنسپت الهی این هست که در واقع ولفارد مارگیس این رو اینجوری تشریح میکنه که میگه یک میس میشه در واقع به اون خواست الهی که ما در واقع روح القدس روحی که در زبان یونانی میگه پاراکلیتوس یعنی برای کمک خونده شده ما به حضور اون توجه نکنیم و بگیم اوکی روح القدس هستی در درون من اوکی باشه و من میرم به حضور عیسی من میرم به حضور پدر میدونید این پرنسیپ الهی این هست که ما به حضور روح القدس بریم با او حرف بزنیم و او واقعا احتیاج به دعوت ما داره یعنی واقعا مشتاق مشارکت با ما هست و در واقع این رو میخوام بگم که موضوع بحث این هست که روح القدس یک موضوع نیست روح القدس یک پرزون یک شخصیت هست و این تبدیل در روح در واقع یک کنسپت یا قاعده نیست که ما بگیم که اوکی من این اصول رو رعایت میکنم و تبدیل میشم در روح بلکه تبدیل در روح یک موضوع عملیه این که ما در مشارکت و زندگی با با روح القدس باشیم و همینطور وقتی که جلوتر میریم توی زندگی در واقع ایسای مسیح نگاه میکنیم میبینیم که بعد از اون زمانی که توی بیابون بود توی اناجیل نوشته شده که روح القدس حفاظت میکرد ایسا رو از خطرات از اون چیزهایی که توی بیابون برای اون اتفاق میفته و دقیقا این همون چیزیه که او امروز هم برای ما میخواد انجام بده روح القدس برای من و تو من یک مثال بزنم میبایسته که اول یادم رفت سلام از طرف همسرم هم به همه شما برسونم که امروز نتونست بیاد و البته فکر میکنم که لایو ما رو میبینه و بهش سلام میکنیم و او هم به همه شما سلام رسون چند وقت پیش همونطوری که گفتم فراموش نکنید رول قدوس همونطوری که ایسا رو در بیابان کمک میکرد به ما هم کمک میکنه و ایستاده برای کمک به ما چند وقت پیش ما اومدیم از فیلم کنم کلیسا بودیم یا جایی بودیم اومدیم بیایم خونه و ماشین رو جای پارک کنیم جایی که همیشه من پارک میکردم و خانمم پیاده شد و چند قدم اون طرفتر ایستاد و منم پارک کردم خاموش کردم من گفت نه 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 اینجا پارک نکن گفتم برای چی گفت نه اینجا پارک نکن برو یه جای دیگه اینجا تصادف میشه گفتم که بابا ما همیشه اینجا پارک میکنیم دیگه حالا گفت نه پارک نکن و من گفتم که اوکی گوش بده حرف همسرش رو و برو و رفتم و جای دیگه پارک کردم و صبح از خونه اومدم بیرون و نگاه کردم دیدم که یک ماشین اومده دقیقا همونجا به ماشینی که بعد جای من اومده پارک کرده زده و رفته توی پیاده رو وقتی که به خانمم زنگ زدم که این رو بگم گفتم که نازی میدونی پایین چی شده گفت تصادف شده و گفت روح خدا واقعا به من گفت که بیست اینجا و ماشینتون رو اینجا پارک نکنید میدونید یعنی او رئال هست او حقیقی هست او میخواد که با من و شما در رابطه باشه و کمک بکنه به ما این اه, چیز نیست که ما فکر بکنیم یک سری داستان هست یا یک سری افراد خاص کمک های اون رو دریافت میکنن بلکه او دائم هست فقط یک اه, شرط داره و لازمش این هست که ما واقعا مثل عیسی مسیح تمایل داشته باشیم به اینکه اون رو بچشیم به, به, به اینکه در مشارکت با او باشیم وقتی که اه, در ادامه نگاه بکنیم میبینیم که میگه که در انجیل ها میخونیم که ببخشید اینجا یه ایراد توی آیپد من ایجاد شده روح القدس با قدرت عیسی را از بیابون بیرون میکشه و میبره که خدمتش رو شروع بکنه و بعد از اون عیسی شروع میکنه به انجام معجزات و توی اون معبد و کنیسه یهودیان وقتی که عیسی میره و روح خدا چطور به او الهام میکنه که کدوم یکی از اون لوحایی که کلام در اون نوشته شده رو بکشه بیرون و شروع میکنه از کتابش یا خوندن که روح خدا بر من است من رو مست کرده است یعنی دائما عیسی به صورت پیوسته توی این موضوع بوده که روح القدس رو در واقع توی مشارکت باش باشه و او بهش کمک میکرده که حتی چطور صحبت کنه و مردم میگفتن ما هیچ کسی رو ندیدیم تا الان که بتونه به این زیبایی موعظه بکنه و به این زیبایی کلام خدا رو در واقع تشریح بکنه و این در واقع کار روح القدس است من یادم میاد یک بار بعد از یک جلسه کلیسایی یک برادری اومد پیش من و به من گفت کاوه من از, فر... از هفته آینده دیگه نمیام کلیسا گفتم که برای چی گفت آقا من اصلا این چیزها رو نمیفهمم تسلیس و سه خدایی و عیسی و روح القدس و پدر و خیلی پاستورا هم رفتن برام تشریح دادن الان یه فرصت میدم اگه میتونی تو یه تشریحی بیار که من قانه بشم اگه نه من دیگه نمیام و خیلی هم من دوست بودم و این عزیز رو دوست داشتم و گفتم که واقعا متاسفم و من هم نمیتونم و من این کارم نیست و نمیتونم برای تو توضیح بدم اما میتونم یه راهنمایی بهت بکنم برو از روح القدس سوال کن و این برادر گفتش که رول قدوس من میگم من رول قدوس نمیشناسم من گفتم اوکی این هیچ ایرادی نداره تو او رو نمیشناسی اما اون تو رو میشناسه و مشتاق رابطه با تو هست برو و از اون سوال کن گفت چی بگم گفتم همه اینایی که برای من گفتی عین همین رو بهش بگو و این برادر رفت و چند وقت بعد اومد و بعدش هم درگیر یک بیماری شد و در بیمارستان بود و یک ملاقاتی رو با خداوند داشت و طوری خداوند این رو ملاقات کرد که پیامی رو که به من داد من یک بار توی کلیسا اون پخش کردم که پیام داد به من و گفت یک شخص کاملا در واقع سواد دانشگاهی هم نداره یعنی یک شخص کاملا عادی یعنی تحصیل کرده هم نبود اما با گریه میگفت کاو من کور بودم بینا شدم من خداوند رو دیدم من خداوند رو تجربه کردم و گفت میخوای برای تسلیس رو توضیح بدم و من میدونستم که این الهام از کجا میاد یعنی برای خود من هم یک درس بود که ما لازم نیست که همیشه تلاش بکنیم برای اینکه به مردم بقبولونیم یا توضیح بدیم یا بگیم که این این طور هست به صرف اینکه مثلا من دارم الهیات میخونم ما میتونیم خیلی جاها هم از رول القدس کمک بگیریم یعنی در واقع فضا رو بدیم به اینکه مردم هم رول القدس رو بشناسن و بچشن رابطه با روح القدس رو و همینطور ادامه وقتی که نگاه میکنیم به زندگی عیسی من میخوام همینطور مقایسه ای برم جلو قدم به قدم زندگی عیسی رو با روح القدس ببینیم و مثال هایی که تجربه کردم رو بگم که ببینیم واقعا چه اشتیاقی داره روح القدس برای اینکه با ما در مشارکت باشه ایسا همیشه این رو در واقع نشون میداد که پارتنر اصلی و بزرگ او روح القدس هست ببینید خیلی میدیدیم که عیسی چطور در عطایای روح مردم رو خدمت میکرد درسته عطیه شفا نبوت شاگردانش مثلا اون میدونست که در قلب مردم چی میگذره شاگردانش جلوتر از اون میرفتن و داشتن بحث میکردن که کی بزرگتره توی جمع اونها و ایسا پشت سر اونها بود و گفت راجب چی صحبت میکنید چه کسی بود؟ اون میدونست که توی قلب اینها چه میزد یا راجب اون مریضی که شفا داد یا اون زن گناهکار چی بهش میگه برو و دیگه گناه نکن تا بلایی بدتر از این سرتون نیاد عطایای روح در واقع بخشی از خدمت عیسی مسیح بود و اساسا هم در واقع این هست که روح القدس یک روح فروتن هست روح القدس یک روحی هست که نمیاد که خودش رو جلال بده بلکه اون میخواد که عیسی رو جلال بده ببینید که عیسی میگه که در واقع وقتی که من به واسطه انگشت خداوند روحها رو فرمان میدم دیوها رو فرمان میدم که برن بیرون پادشاهی خدا به حضور شما اومده و این سمبلی از در واقع دست خداوند انگشت خداوند سمبلی از روح القدس هست که میاد برای این که این تلخی ها رو بیرون ببره من یادم میاد که در ادامه این واکستون و پروسه رشد روحانی ممنونم من وقتی که بیبرشوله رو گذروندم احساس می‌کردم که چه موفقیت بزرگی رو گذروندم و یک روز وقتی که بیبرشوله تموم شد اومدن از طرف کلیسا و به من گفتن که ما میخوایم که تو بیای و پرکتیکوم با ما بگذری من انقدر خوشحال شدم گفتم که بهوه، به تنها کسی که از این کلاس انتخاب شد که پرکتیکوم بگذرونه من بودم و یه ایرانی همه هم آلمانی چه خوب البته یه برادر ایرانی دیگه هم داشتیم و انقدر به خودم مثلا خوشحال بودم و مینازیدم بعد وقتی که روزی که رفتم برای اینترویو و صحبتش دیدم ای یکی دیگه از آلمانی هم هست و گفتم که آلکس این چه چی کار میکنه خیلی به برخورد و تو دلم آشوب شد و گفتم اه این برای چی اومد من میخواستم من تنها کسی باشم که اینجا هست میدونید یعنی میخوام اینو بگم که صحبتمون از بحث اصلی هم خارج نشه ما همچنان میتونیم یک مسیحی باشیم اما یک مسیحی که خشم درونش یک مسیحی که تلخی درونش یک مسیحی که حسد درونش یک مسیحی که کینه داره و اون وقت لذت نمیبریم از این کیفیت زندگی که خداوند برای ما میخواد و این اینقدر برای من سخت بود که اصلا نفهمیدم توی اون جلسه چی گذشت و وقتی که در طول این دوره پرکتیکوم هرچی که جلو طرفتیم دیدم من چقدر از این آلکس دارم یاد میگیرم از این دوست آلمانی که اومده بود و این چقدر مایه برکت هست برای من و بعد در کنار اون یک برادر ایرانی دیگه ای هم بود در کلیسای ما که زبانش تقریبا مثل من خوب بود و اونم توی جاهایی رشد میکرد و من نمیتونستم این موضوع رو ببینم یعنی تصور بکنید چقدر بد هست و من خودم شخصا برای این موضوع دعا کردم که خدای ما توی آین و اعتقاد قبلیمون خیلی ماسک میزدیم به چهرمون از یکی بدمون بیاد الکی تو روش بخندیم و از این کارا بکنیم دیگه اجازه نده با تو و با عیسی مسیح این کارا رو بکنیم و این برادر ما که الان یکی از بهترین دوستان من هست و واقعا یک خادم نیکوی خداوند هست من متنفر بودم از این اینجور میگم میرفتم توی کلیسا جزه مسئولین گروه همونم بودم درونم پر از کینه پر از کینه از این شخص بی جهت نفرت داشتم ازش مثلا قبولیشو گرفت مثلا آه چرا این قبولی گرفت و بعد با خودم فکر میکردم که چی کار باید بکنیم این نمیشه این, این استایل زندگی استایل زندگی درستی نیست و باز هم نگاه کردم به زندگی عیسی ما میبایست که دوباره برم به حضور رول القدس و دعا کردم و گفتم رول القدس کمک کن برای این که من از دید تو از چشم تو این فرزین رو ببینم آلکس رو ببینم چرا من بدم میاد از این و باور میکنید وقتی که این دعا رو کردم اون آیه غلاط... غلاطیان دوباره اومد عیسی مسیح رو پوشیدید عیسی رو در دیدم وقتی که خدا هم من رو فرزین رو دوست داره چرا من باید از اون متنفر باشم چرا من باید کینه در درونم باشه چرا من نباید موفقیت اون رو ببینم و گفتم یا رول قدس جان من میخواد که جدا بشم از این موضوع کمکم بکن و میدونید رول خداست روح القدس اینطور نیست که وقتی که ما ازش کمک بخوایم بگه که اوکی بذار من فکر بکنم ببینم میتونم انجام بدم یا نه او قادر مطلق او خداست او آماده است که ما رو تبدیل کنه او آماده است که این تلخی ها رو از درون ما ورداره و باور کنید که الان این برادری که من از اون متنفر بودم بهترین دوست من یعنی در زمانی من وقتی که هنوز کلیسای ما جلسات ایرانی برگزار میشد واقعا با مسئولین کلیسامون صحبت کردم که او شخصی که از من لایقتر و بهتر هست صد درصد برای اداره این گروه و چون چشمان من رو باز کرد ما میبایستی که دعا بکنیم روح القدس چشمان ما رو باز کن یعنی از درون ما در درون ما بدون روح القدس هیچ چیز نیکویی بیرون نمیاد اگر روح القدس چشمان من رو باز نکنه من نمیتونم برادر آلبرت رو ببینم اما اگر او باز بکنه اون طوری که او آلبرت رو میبینه من هم بتونم آلبرت رو ببینم اون وقتی که اون کیفیت زندگی میاد و او دائم و همیشه ایستاده برای اینکه در واقع به ما کمک بکنه نکته بعدی وقتی که جلوتر میری شاگردان به عیسی مسیح میگن استاد به ما یاد بده چطور دعا بکنیم من خودم همیشه فکر میکردم که دعا کردن یا خدای دستگاه اتومات من یه تو دو لیسته دارم هر چی که کارایی که دارم خدا برای من کار میکنه اینا رو ببرم براش و بگم که دعا کن این کارها رو برای من انجام بده و عیسی مسیح میگه اولین چیزی که هست نام تو مقدس باد یعنی توی دعا کردنت خداوند رو جلال بدی پرستش بکنی پرستش در روح در روح شروع بکنی خداوند رو پرستیدن و دومین چیزی که میگه پادشاهی تو بیاید و پادشاهی خداوند چی هست عزیزان پولس در رومیان میگه نیکویی صلح و آرامش در روح القدس هست و من شروع کردم برای این موضوع دعا کردن خداوند و پادشاهی تو بیاد توی زندگی من توی کلیسای من توی کار من و میدونید یک روزی یادم میاد که خانم من یک باشگاه بلندسازی میرفت و باشگاه باشگاه خیلی خوب و به قول خودمون لاکچری بود و دوستش خیلی بمونه و یه روز خیلی دیر اومد خونه و من با خودم تصمیم گرفتم و گفتم که این بیاد من هر چی از دهنم در بیاد بهش میگم و پر از خشم بودم پر از خشم اما این واقعا کلام خدا میگه این ما جنگ ما با گوشت و خون نیست جنگ ما با نیروهای تاریکیه اما خبر خوش اینه که کلام خدا دروغ نمیگه میگه او برای شما میجنگد و ببینید من توی موقعیتی بودم که ممکن بود که مسیحی بودم یک گروه رو در کلیسا رهبری می خیلی کارهای خوبم مثلا به ذهن خودم توی کلیسا می اما پر از خشم نسبت به همسرم و وقتی که زنگ رو زد از پایین که اومد آسانسور ما خیلی کند حرکت میکنه تا بیاد بالا یه زمان خوبیه برای اینکه زر فکر کنی <تصفح> 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 توی این فاصله ببینید دست من روی دستگیری در بود که میاد باور کنید حتی شاید برای اولین بار مشتم بره توی صورتش و یان گفتم نه باز هم حرفی که پولس میزنه کاری که دلم میخواد انجام بدم من الان دلم نمیخواد که بزنم ولی جان و نفس من میگه بزن و, و چه چیزی منو اینجا کمک میتونه بکنه جز پارتنر شافا روح القدس جز اینکه الان وقتی میگه وقتی در ضعف هستیم روح به مدد ما میاد که بگم خدایا من نمیتونم من هیچ کاری نمیتونم من افتضاح میکنم اگه الان این درو باز بکنم من به کمک تو نیاز دارم و او روح خداوند روح آزادی هست جایی که روح خداوند هست آزادی هست صلح هست من همیشه دعا میکنم توی خونمون توی اتاقها قدم میزنم میگم خدایا صلح تو بیاد روی رابطه زناشوی من توی خونه من توی زندگی من و گفتم توی همون لحظه که شاید آسانسور تو طبقه دوم بود تا ما چهارم هستیم روح نیاز دارم به تو روح نیاز دارم به تو و در رو باز کردم و توی اون لحظه به جای مشتی که بره توی صورت همسر من جوری اون رو در آغوش گرفتم که هیچ وقت بغل نکرده بودم و این محبتی بود که از روح القدس میاد چون اون حضور او آنچنان از بالا بر روی وجود من ریخت که سراسر آرامش شدم و میدونید این رو میخوام بگم که همسرم رو هر روز بیشتر از دیروز دوست دارم چون تلاش نمیکنم با توان خودم دوستش داشته باشم بلکه میگم روح الخدس. تو باید اول به من محبت بکنی تو می که در واقع فیزت رو فیض عیسی رو به من نشون بدی تا من بتونم از این طریق همسرم رو دوست داشته باشم و میدونید این یک تبدیل هست و من امروز میخوام که روی سخنم باشه با برادرای ایرانی و افغانی عزیزم به خاطر اینکه ما مردهای ایرانی و افغانی شاید خیلی شدت علیه زنها انجام دادیم و خیلی چیزها رو از خانواده هامون یاد گرفتیم خیلی چیزها رو به ارس بردیم مثلا زن نباید حرف بزنه زن نباید این طور بره و من چیزی که قلبم رو به درد آورده تو این سالهای خدمت این هست که خیلی زوجها رو دیدم که توی کلیسا اومدن مسیحی هم شدن و زندگی از هم پاشیده و این قلب من اینقدر به درد میاره که زندگی که یک زوج از ایران با سختی به آلمان میرسن و آرشان فقط هر وقت وقت تمومه به من یه اشاره بکن. که یا بردار میشم که از ایران یا از ترکیه یا از افغانستان با سختی اومدن و امروز عیسی مسیح رو هم پیدا کردن در فیض عیسی زندگی میکنن در محبت پدر اما بدون مشارکت با روح القدس و این رابطه زناشویی از هم گسسته میشه و از بین میره این قلب منو به درد میاره خیلی ها رو دیدم متاسفانه در کلیسای خودم در خیلی از کلیساها که در واقع این جدایی ها پیش اومد و فکر میکنم فقط علتش عدم مشارکت با روح القدس چون اگر روح القدس بیاد فکر میکنم ما مرد ایرانی باید یه خورده تغییر کنیم یک بار یک عزیزی از زنش ناراحت بود اومد کلیسا به من گفت من سر خانواده هستم و اما من اون چیزی که از رول قدس یاد گرفتم سر خانواده یعنی اینکه تو اولین کسی باشی که عذرخواهی میکنی تو اولین کسی باشی که کوتاه میای تو اولین کسی باشی که برای صلح حرکت میکنی و میخوام که واقعا از مردهای ایرانی و افغانی که بیایم و واقعا یکی از قدمهای تبدیل در روح این باشه که نسبت به همسرانمون نسبت به خواهرانمون نسبت به مادرمون واقعا با یک دید دیگه با یک دید با اون دیدی که روح القدس میبینه نگاه بکنیم و واقعا برای برادران مخصوصا افغانی خودم این رو واقعا میگم که خداوند شما رو به طور خاص خونده که امروز در آلمان باشید در کلیساها باشید تا اون فرهنگ و کلتور مسیحی رو یاد بگیرید و یک روزی شما به افغانستان برخواهید گشت و اون فرهنگ رو خداوند میخواد که زنانی رو که تحت جفا هستن در افغانستان در ایران در واقع اونها رو نجات بده با این تبدیل در روح که در مردان ایجاد میکنه که ما نگیریم نه من ترک هستم یا من عرب هستم ما غیرتی هستیم ما ال هستیم ما هیچ حاکمیتی در واقع نداریم و ما میبایستی که نو بشیم نو بشیم در روح قدس و بدونیم که در واقع چطور با همسرانمون رفتار کنیم این یک موضوعی است که خیلی توی قلب من بود که در واقع مطرح بکنم یا ایسا باز هم میگیم حتی در مرگ خودش هم در لحظه مرگ خودش هم توی این گمانشافت و پارتنشافت با روح القدس بود در کلام میخونیم که او روح خودش رو که پر از روح القدس بود به دستان پدر داد و حتی در بعد از مرگش هم در دنیای مردگان موعظه کرد و اینها همه با قدرت روح القدس بوده یعنی عیسی همه این کارها رو در واقع با, با قدرت روح القدس انجام میداد و این نشون میده که حتی قدرت روح القدس و مشارکت روح القدس در مرگ هم با عیسی بود و حتی در انجیل یوحنا وقتی که میگه من بر میگردم اون برگشت او هم به واسطه روح القدس هست و در واقع این نشون میده که چقدر این موضوع موضوع مهمی هست یک موضوعی که خیلی خیلی روح القدس با خود من به شخصه راجبش صحبت میکرد اشتیاق برای میوه های روح بود میدونید امسال یک سال در واقع ما در یک سال نو هستیم و فکر میکنم همه ما در ابتدای سال نو فکر میکنیم که چه استایل و چه فرمی رو برای امسالمون بذاریم و روح القدس یک روز با من صحبت کرد و در واقع به من گفت که چرا تو انقدر علاقمنده به عطایای روح هستی ولی همونقدر علاقه رو به میوه های روح نداری؟ و یه سر بهش فکر کردم دیدم که خب جوابم خیلی واضح میتونه باشه چون عطایای روح یک هدیه هستن اما میوه‌های رو روح زحمت دارن صبر رول من میخوام که صبر بیاد اما خود من وقتی جلوی آسانسور وا میستم دکمه رو میزنم تا بیاد بالا میدونم که اگه صد بارم بزنم تأثیری تو سرعتش نداره ولی صد بار اینو میزنم چون صبر در من نیست و فکر می کنم که یکی از اون چیزهایی که قدس رو خوشحال خواهد کرد یعنی در واقع میتونه ما رو به مشارکت با قدس هدایت بکنه اینه که از او بخواهیم که در ما به عنوان یه مزرعه کار بکنه تا میوه های او در ما رشد بکنه موضوع بسیار بسیار مهمی هست یک پاستوری در یکی از هاش میگفتش که یک نفر از من پرسید که تو ایمان داری که آیا عیسی به زبان ها دعا میکرده؟ میگه من جواب این سوال رو با یک سوال میدم میگم که تو ایمان داری که عیسی کاری رو از من یا از تو بخواد که خودش حاضر به انجام اون نبوده؟ عیسی مسیح هیچ باری رو روی دوش من و تو نمیذاره که خودش حاضر به انجام اون نباشه او میگه برید و شفا بدید برید دیوها رو بیرون کنید و همونطور هم میگه همون جور هم دوست دارم که شما به زبانهای جدید صحبت بکنید و این دعای به زبانها بخش مهمی از پارتنرشافت و مشارکت ما با روح القدس هست به خاطر اینکه کلام خدا میگه ما همکاران خداوند هستیم و خداوند میخواد که از طریق دعا به زبانها در واقع خیلی چیزها رو تکون بده به واسطه ای ما من یادم میاد که یک روز روز یک شنبه بود و میخواستم برم کلیسا و توی همون زیر دوش بودم و واقعا رول قدس منو مجاب کرد که به زبانها دعا بکنم و شروع کردم به دعا کردن دعا کردم و گفتم رول قدس فقط خواهشم به من بگو که بابت چی میباید که دعا بکنم و میدونید که واقعا خیلی خوب هست که ما علا که روح اه اه اون من نمیدونه که در مورد چی دعا میکنیم ولی میتونیم واقعا از رول قدس بپرسیم که برای چی هست و رول قدس به من نشون داد خانواده ای رو که خیلی وقت هست که میخوان بیان کلیسا ولی بنا به دلایلی واقعا جنگ روحانی نمیتونن بیان و گفت برای اینها هست و یک مورد دیگه یک دوستی بود که مشکل خونه داشتن و برای اونها بود و جالب بود وقتی که من به کلیسا رفتم دیدم این خانواده که نزدیک به سه یا چهار ماه بود که کلیسا نمی اومدن اومدن به کلیسا و مرد خانواده اومد و گفت گفت ما سه ماه میخوایم بیایم به کلیسا و نمیشد و امروز پا شدیم و یه واقعا یک قدرتی ما رو گفت پاشید و برید به کلیسا و ما متوجهم چطور روح خداوند میخواد و این اشتیاق رو داره که با ما همکاری بکنه که به زبانها دعا کنیم و اون دوستمون که در مورد خونه بود همسرش برای من توضیح داد که چطور زمانی که کلید رو گرفتن اون دوستی که کلید رو از گرفته بود گفت روز یک شنبه از صبح من با صابخونه کلنجار رفتم که خونه رو به خارجی بده و آخر اون قبول کرد و متوجه شدم که چطور رول قدس میخواد که در واقع از این طریق با ما همکاری بکنه پس دعای به زبانها یکی از قسمتهای مهم هست که در واقع توی این رابطه مشارکت ما با روح القدس میتونه به همون کمک بکنه و واقعا من خودم وقتی که شروع میکنم به زبانها دعا کردن واقعا اون شادی و اون صلح در درونم فوران میکنه و حس واقعا خوبی رو به من میده من فکر میکنم که خیلی حرف هست و خیلی میشه از روح القدس صحبت کرد اما فکر همین همینجا کافی باشه و یک وقتی رو بذاریم برای اینکه دعا بکنیم من یک کتابی رو دارم میخونم از بیل جانسون که اسمش هست غیرممکن رو تجربه کن و شاید امروز کسانی در بین ما باشند در بین شما باشند در پشت دوربین ها باشند که یا مثل من درگیر گذشته هستند یا چشمت مثل من درگیر این جور مسائل هست شاید پورنوگرافی شاید خیلی چیزهای دیگه و اسم این کتاب از بیل جانسون هست الی دست اون یعنی غیرممکن رو تجربه کن و اگر چیزی برای من و تو غیر ممکن هست خداوند یک پارتنری در کنار ما قرار داده که غیرممکن رو ممکن میکنه روح خداست. او امروز اینجا هست اگه تو سالها نتونستی کسی رو ببخشی اگه تو خشم درون تو هست اگه کسی هست که در گذشته خودش اسیر هست یا هر نوع اسارتی هست یا اگر ناامیدی هست خداوند میخواد که تو رو آزاد بکنه خداوند امروز میخواد که تو رو جدا بکنه و فکر میکنم موزه هفته گذشته بر در آلبرت که خودمون رو تفتیش بکنیم واقعا این هست درون ما هیچ چیزی نیست که خوب باشه ما نیاز به نو شدن داریم ما نیاز به رول قدس و بیایم با همکاری رول قدس تفتیش بکنیم خودمون رو کجاها هست که باید امروز ازش در آغاز این سال ازش جدا بشیم میدونید کلیسای شما مثل یک مزرعه آماده هست من پیش از این که بیام خداوند یک تصویر رو به امداد و یک چیز رو داد که من یک لامپ یک چراغی رو برای کلیسای شما برای پاسا آلبرت و خواهر نسرین بیارم و من گفتم که اوکی man این رو میارم ولی خداوند رو به من نشون بده که این چی هست برای چی هست برای چی من باید یک چراغ رو بدم به و چی بگم به اون و توی راه وقتی که می اومدم روح خدا شروع کرد برای من صحبت کردن و نشون دادن من خورشید رو میدیدم و با قطار درختایی رو میدیدم که می اومدن جلوی خورشید و جلوی نور خورشید رو میگرفتن و چون قطار حرکت میکرد این درختها ها میرفتن کنار و دوباره نور خورشید می خداوند نشون داد به من که نور من در این کلیسا میتابه و من مثل این نور و این کلیسا یک کلیسای روشن هست و میبایست مثل یک نور باشه و من مثل نور هستم در کلیسای شما و نور من روشن هست در کلیسای شما و تاریکی در نور جایی نداره روی من به شما هست خداوند میخواد به شما بگی که روی او اینجا هست او با حضور روح القدسش اینجا هست و خیلی مسائل قد علم میکنن جلوی این نور بیستن اما همون جوری که این درخت ها از جلوی خورشید رد می خداوند به من نشون داد که این مسائلی که جلوی نور می خواهند رفت و خداوند ایستاده در کنار شما و میگه که نور من بالا بالاتر از هر چیزی هست و کلیسای شما نور هست برای شهر هامبورگ و کسانی که در تاریکی هستند در جلوی این نور نمی توانند بیستن و من فکر می کنم که همونجوری که خداوند گفت این نور امروز اینجا داره میتابه و بهترین چیز این هست که اجازه بدیم این نور به درون ما بتابه همه ما اگر اگر امروز از هم کینه داریم اگر امروز از هم ناراحتیم اگر امروز نمیتونیم ببینیم که دیگری از ما بالاتر هست یا پایینتر تر هست کمان که در ملکوت خداوند همه ما یکی هستیم همه ای ما عیسی مسیح رو پوشیدیم اجازه بدیم که این نور در ما بتابه و فکر میکنم که یکی دو دقیقه در حضور خداوند بیستیم و تفتیش کنیم بگیم روح القدس نشون بده به ما که کجا هست من کجا میبایست در واقع از این پارتنرشاپ و مشارکت با تو گریختم به جای اینکه بیام به حضور تو از تو فرار کردم و خودم به تنهایی خواستم که مشکلم رو حل کنم اونو به من نشون بده و توبه میکنم یا تا بردرمون آلبرت آماده بشن که یک سرود رو هم بخونن من به نمایندگی از هممون دعا میکنم و رول خداست تو رو دعوت میکنیم واقعا واقعا در درون ما هیچ قدرتی نیست اون چی که از ما بیرون میاد از جان ما بیرون میاد همه آلودگی هست و اگر تو نباشی رول خداست ما هیچ هستی خداوند اجازه بده که روح تو تفتیش کنه ما رو خداوند نیاز داریم به تو رول بدون تو هیچ هستیم خداوندا ما میخوایم از همنشینی با روح لذت ببریم و اون فروتنی که در روح هست در ما هم ایجاد بشه ما فروتن نمیشیم مگر جز با مشارکت با تو روح روحالقدس بیا و در درون ما ساکن شو بیا و خشم رو ببر دست رو بلند میکنیم برای اینکه روح القدس اعلام میکنیم میخوایم از خشم آزاد بشیم از تلخی از گذشتمون از تعصبات قومی قبیله یا خداوند ما محبت تو رو پدر فیض تو رو عیسی با مشارکت روح القدس میخوایم نه بدون مشارکت با او